خب امروز 28 اسفند 1401 و در خدمت یکی از فعالان ناماشنا و دلسوز منطقه هستیم. میشه خودتون معرفی کنید آقای دکتر و بگید ما دقیقا الان کجا هستیم؟ من صادقلو هستم، محیط زیست رو خیلی دوست دارم و امیدوارم که مسئولین عزیز بیش از گذشته نسبت به مسائل زیست محیطی حساس باشند. اینها سرمایه های آیندگان ما هستند که ما امانتدار اون هستیم. خدمت شما عرض بکنم که اینجا منطقه نوده شهرستان آزادشهر هست و این پلی که میبینید پل نوده هست که از زمان پهلوی اول مهندسین آلمانی به این شکل بنا کردن و هنوز مونده است. یعنی 80 سال حداقل قدمت. بله بله. و رودخانه خرمارود که از ارتفاعات مرز بین آزادشهر و شاهرود سرچشمه میگیره، از روستاهای تیلاباد با آب شرب بسیار بسیار خوب و قابل استفاده سرچشمه میگیره و این آب شرب و آب روستی هست، صارف بسیار اندک برای مرغداری ها، گاوداری ها و یا کشاورزی. تیلاباد مستقیم وارد دریای خزر میشه؟ بله، میره پایین و وارد یا وارد گرگانرود میشه. گرگانرود میشه بعد ادامه پیدا میکنه و این رودخانه تقریبا در طول سال 3 ماه مورد استفاده قرار میگیره و زمین های اطراف آزادشهر برنجکاری و شالیکاری هست. نکته ای که قابل ذکر هست اینه که اگر مسئولین عزیز بتونن این آبها رو مدیریت بکنن، آبهای روسطحی و برای مصارف شرب جاهایی که کمبود دارن استفاده بکنن، خیلی بهتر از این خواهد بود که مجبور بشن چاه‌هایی رو در عمق 270 و 300 متری در جاهای دیگه حفر بکنن و با هزینه‌های میلیاردی دست ببرن به برداشت و استیصال آب‌هایی که تجدید ناپذیر هستن و در طول میلیون‌ها سال در زیر زمین انباشته شدن و به عنوان ذخایر اصلی پوسته‌های رویین زمین قرار دارن و از اونها بخوان استفاده بکنن، متاسفانه نه مقرون به صرفه هست، یک خسارت ملی بزرگی هست با هزینه‌هایی که میشه. امیدواریم که طرح‌هایی که داده میشه در زمینه‌های انتقال آب اصولی تر از این باشه، علمی تر از این باشه و نگاهی به آینده های ما هم داشته باشن که اگر ما این آبها رو از عمق 300 متری زمین برداشت میکنیم، خدای نکرده در مناطقی هم که ممنوع از حفر چاه و 40 ساله که ممنوع هست، یک زلزله 5-6 رشتگی بیاد، فرونشست های زمین و احتمال خطراتی که هست از اون گذشته، زیست محیط گیاهی و زیست محیط جانوری به خطر میفته، تمام چشمه های بالا دست خوش میشه، برداشت از سفره‌های زیرزمینی، این خطراتو داره که امیدواریم مسئولین دقت بیشتری در این زمینه داشته باشن. خیلی ممنونم آقای دکتر، منم امیدوارم که این حرفا رو بشنون و عمل بکنن. درود بر شما.